امیدوارم که هیچ وقت این ویدیو رو برای شما نمیگرفتم، ولی باید بهتون بگم که روند چنل من جوری داره پیش میره که من کم کم دارم میرم به سمت برشکست شدن. دلیلش هم اینه که ما ایرانیم. درست شنیدید، ما ایرانیم. ما اگه توی ایران باشیم با هزار بدبختی و سختی باید زندگی کنیم، از ایران هم که میزنیم بیرون به خاطر اینکه ما یک ملیت ایرانی داریم و یه روزی ما توی ایران بودیم، توی شناسنامه ما کلمه ایران درج شده، ما همیشه باید سختی بکشیم. حتی مهم نیست تو چه کشوری باشید، همیشه باید زیر سوال بریم و ما رو اذیت میکنن. تنها دلیلش هم اینه که ایران یه کشوری که تحریمه و یه کشوری که آزاد نیست. گیرنده‌های قدیمی که منو میشناسن، من تقریبا بیش از 3 سال و نیمه که دارم توی یوتیوب فعالیت میکنم. از روزی که من یوتیوب شروع کردم تا به الان سعی کردم که بهترین کانتنت ها رو برای شما بسازم. همون روزی که من هیچ درآمدی از یوتیوب نداشتم، خرج ویدیوام میکردم، زحمت میکشیدم، تلاش میکردم تا بهترین ویدیو رو برای شما بسازم. تا همین الانی که درآمد من شاید به ماهی 10000 یورو هم برسه، بازم دارم تلاش میکنم، خرج ویدیو میکنم، زحمت میکشم تا بهترین ویدیو رو برای شما بسازم. هیچ وقت تو این چند ساله من سعی نکردم که بیام یه ویدیوی آسون برای شما بسازم، یه ذره کمتر خرج بکنم. از اونجایی که من یک یوتیوبر ایرانی ام، بیننده های منم اکثریتشون توی ایران هستن، مجبورن به خاطر شرایط بد اینترنتی که ایران داره از وی پی ان استفاده کنن، و اکثر وی پی ان هایی هم که ما داریم توی ایران استفاده میکنیم وی پی ان های بی کیفیت هستن. متاسفانه یوتیوب بیننده های ایرانی رو به عنوان یک بات تشخیص میده و این باعث شده که چنل من زیر سوال بره. یوتیوب فکر میکنه که اکثر بیننده های من فیکن و واقعی نیستن و اکثرشون باتن. دلیل دومی که وجود داره اینه که ما ایرانی از اونجایی که وی پی ان استفاده میکنیم نمیتونیم درست حسابی سابسکرایب کنیم یا بیام یه ویدیو رو لایک بکنیم، و لایک و سابسکرایبمون اکثرا میپرن، و همینم هم باعث میشه که درصد لایک هر ویدیو نسبت به چنل های خارجی زبان، مثلا آلمانی یا چه میدونم انگلیسی، خیلی توی کامیونیتی فارسی پایین تر باشه. یوتیوب وقتی که میاد میبینه که هر بیننده داره وی پی ان استفاده میکنه و یک روز مثلا وی پی انش آمریکاست، یه روز آلمانه، یه روز انگلیسه، ویدیو رو میاد تا آخر میبینه ولی لایک نمیکنه، اون بیننده رو به عنوان یک بات میشناسه. یا اینکه از همون اول میدونه که این کسی که داره این ویدیو رو میبینه از توی ایران داره این ویدیو رو نگاه میکنه و هیچ درآمدی از اون بیننده به ما نمیرسه. و همین پدیده باعث شده که من هر ماه کلی از درآمد ویدیوهای یوتیوب من از بین بره. تو این 3 سال اخیر هیچ وقت چه اتفاقی برام اتفاق نیفتاده بوده، ولی تو این 2 ماه اخیر بیش از 6000 یورو از درآمد من پریده. دقیقاً ماه قبل من 6400 یورو درآمد از یک ماه یوتیوب هم داشتم، از این 6400 یورو 3800 یوروش پریده. 3800 یورو از 6400 یورو پریده، یعنی بیش از 70%. و درآمد من ماه قبل سرجم 2200 یورو بوده، که برای منی که ویدیوهایی که دارم میسازم خیلی پرخرج، توی آلمان زندگی میکنم و کلی هم باید مالیات بدم، پولی نیست که من بتونم ماهانه باش زندگی کنم و خیلی کمه. البته خدا رو شکر آدم همین درآمدم داره، آدم نباید ناشکری بکنه، ولی من ماه قبل یه ویدیو دادم بیرون که از برلین تا قطب شمال بود، یه ویدیو 2 ساعت و 20 دقیقه که هزینه ضبط اون ویدیو با ما 7000 یورو درآمد. یعنی من 7000 یورو فقط خرج یه ویدیو کردم، ولی درآمد کل ماهانه من شده 2200 یورو. یعنی من بیش از 4800 یورو ضرر کردم ماه قبل. درآمد این ماه منم بچه‌ها 1700 یورو ازش کم شده. دلیلش هم اینه که بعضی از ویدیوهایی که من میذارم یا درآمدشون صفر میشن یا درآمدشون خیلی خیلی کم میشن. مثلا اول از همه درآمد به میرسه، بعد اون درآمد رو یوتیوب برمیداره، و هر چقدرم که من به ساپورت یوتیوب پیام دادم، ایمیل زدم، هیچ جواب خاصی نگرفتم و گفتن نه این یه مشکلیه که حالا برطرف میشه، و هیچ جواب خاصی نگرفتم. یعنی ما به هیچ جا نرسیدیم. و این اتفاق برای خیلی دیگه توی کامیونیتی هم داره اتفاق میفته، و حتی آریا کیوکسر درآمدش کاملا قطع شده. اینکه کی چنل من به اونجا برسه که کل درآمدش قطع بشه هنوز مشخص نیست، ولی امکانش هست که در آینده اتفاق بیفته. شما خودتون در نظر بگیرید که انسان هم مقابل طبیعتی که ما پارسال گرفتیم، فقط و فقط هزینه ضبطش 18100 یورو بود. اگه من بخوام در ماه درآمدی که دارم همینجوری از یوتیوب، خیلی کم هست نسبت به یوتیوبرهای دیگه، مثلا یوتیوبرهایی هستن که در ماه 10000 تا 20000 تا در میارن، ولی شاید در ماه بیش از 2000 تا خرج کل ویدیو یک ماشو نکنن، ولی منی که درآمد خودم همین جوریش هم از یوتیوب کمه، در ما اینقدر ازش برداشته میشه، یعنی بیش از 60-70% از درآمد من برداشته میشه، در آینده چجوری بدون اسپانسر میتونم یه سریالی مثل انسان خور طبیعتی که 18000 یورو ما خرجش کردیم بسازم؟ یعنی اینو بیننده‌ای که یه ذره حساب کتاب بلدن و ریاضی خوندن هم میتونن به من جواب بدن که من با این درآمد کم چجوری میتونم یه همچین سریالی بردارم. یعنی اگه قرار باشه من هر ماه اینقدر پول در بیارم، شاید درآمد یک سالمو باید سیو بکنم، بعد بذارم کنار که بتونم یه همچین
سریالی بسازم و اینم در نظر بگیرید که من هر ماه دارم کرایه خونه‌مو میدم، دارم به خانواده‌ام کمک میکنم، دارم پول ادیتور رو میدم، دارم پول چه میدونم کلی تجهیزات ویدیو رو میدم، دارم پول خود ویدیوهای معمولیمو میدم. اگه شرایط بخواد اینجوری پیش بره، به نظر من با این درآمدی که دارم دیگه بدون اسپانسر نمیتونم همچین سریال بزرگی بسازم. پس خواهش میکنم ازتون که اگه کانتنت خوب برای شما مهمه، پس حداقل از یه کانتنت خوبم حمایت بکنید. بیننده‌های قدیمی من اگه منو میشناسن میدونن که من واقعا بابت هر ویدیویی که دارم میگیرم خیلی هزینه میکنم. یعنی ما حتی از توی خونه میخوایم بیایم بیرون یه ولاگ معمولی هم بگیریم، کلی باید هزینه رفت و آمد بدیم، هزینه برق ماشین باید بدیم، هزینه خورد و خوراک خودم و دوستام که توی اون ویدیو هستن هم باید بدم، باید مالیات پرداخت کنم و باید مواردی که توی ویدیو استفاده میکنیم هزینه اونا رو باید بدیم. اگه این روند اینجوری بخواد پیش بره، جوری میشه که من هر چقدر ویدیو میسازم هی بیشتر میرم توی منفی و بدهکارتر و بدهکارتر میشم، هیچ درآمدی نمیتونم از یوتیوب به دست بیارم. این باعث میشه که من دیگه هیچ هزینه هیچ پولی در دسترس نباشم که بتونم پروژه بزرگ و خفن تری مثل انسان‌های خالق طبیعت رو برای شما بگیرم. این به نظر من خیلی بده، چون که یک بیزنس یا شرکت جوری کار میکنه که شما یه مقدار پول دریافت میکنید، از این پولی که دریافت میکنید یه مقدارشو برای خرج خودتون، خورد و خوراک و اینجور چیزا استفاده میکنید و هزینه اون کاری که شما کردید رو بعد کم کنید، بقیه پولی که به دست میارید بعد سودتون باشه که اون سودی که به دست میارید رو بتونید خرج ویدیوهای دیگه بکنید. یه ویدیو بسازم یه ذره سود بکنم و اون سودو یه مقدارم پول روش بذارم خرج دو تا پروژه بکنم. و اگه اینجوری بخواد پیش بره، چند من دیگه نابود میشه و درآمد زیادی از یوتیوب نمیتونم داشته باشم و مجبور میشم پروژه‌ای که میخوام انجام بدم و هزینه هاشونو بیارم پایین، که باعث میشه که کیفیت کارم هم بیاد پایین. من برای امسال دو تا پروژه خیلی بزرگ دارم که هر کدوم از این پروژه نزدیک 10000 یورو پولشونه. اگه شرایط بخواد اینجوری پیش بره، من مجبورم برای انجام دادن اون پروژه واقعا برم وام بگیرم، چون که با این درآمدی که من الان از یوتیوب دارم فقط برای پرداخت مالیاتام کافیه. سرتون رو زیاد درد نیارم، فقط خواستم بهتون بگم که اگر تا الان ویدیو منو داشتید میدیدید، اگر از ویدیویی که من دارم میگیرم راضی هستید، اگر احساس میکنید این ویدیوهایی که من دارم میگیرم، این ولاگا، این چالشی که من دارم میگیرم واقعا ولاگا و چالشی هستن که وقت براشون میذاره، هزینه براشون میکنه، ارزش اینو داره که شما با یه لایک از من حمایت بکنید، ازتون خواهش میکنم که اگه ویدیو منو میبینید حتما ویدیو منم لایک بکنید، تا جایی که میتونید زیر ویدیو من کامنت های انگلیسی بذارید تا یوتیوب شما رو به عنوان یک بات تشخیص نده و این باگی که روی چنل من افتاده، این مشکلی که چنل من توی این دو ماه گذشته روی بیش از 10 تا ویدیویی که من با زحمت ضبط کردم اتفاق افتاده، اون باگا برطرف بشه و همه چیز به روال عادیش برگرده. و این نکته خیلی مهمتر، ما از این به بعد تا وقتی که این شرایط یه ذره بهتر نشه فعالیتمون رو روی این کانال کمتر میکنیم. من از این به بعد بیشتر روی کانال دومم، یعنی کانال مهران ام کی لایف فعالیت دارم. از این به بعد پروژه بزرگ مثل انسان‌های قابل طبیعت و دو تا پروژه خیلی بزرگ و خفن دیگه‌ای که مربوط به بقا هستن ولی خیلی با انسان‌های قابل طبیعت تفاوت دارن و امسال پخش میشن، اون پروژه‌ام از این به بعد توی کانال جدیدم، یعنی کانال هیومن versus wild که لینکش هم براتون توی دیسکریپشن میذارم، از اون کانال پخش میشن. فعالیت کانال مهران مگنت هم بچا به زودی شروع خواهد شد. مرسی که تا اینجای کار همراه من بودید، تو این 3.5 ساله مثل کوه پشت من بودید، از من حمایت کردید، واقعا ممنون از این که شما هستید. من به هر جا که تو زندگیم برسم هیچ وقت یادم نمیره که از کجا اومدم و هیچ وقت لطف شما رو فراموش نمیکنم و اگه شما نبودید الان منم اینجا نبودم و اگه شما از من حمایت نکنید کانتنت کریتورهای دیگه ای مثل من کم کم ناپدید میشن و کانال ما واقعا از بین میره. دوستتون دارم، امیدوارم که با این ویدیو بهتون احساس بدی نداده باشم، ولی پر انرژی پر قدرت ادامه میدیم. حتی اگه درآمد کانال من صفرم بشه بازم فعالیتم توی این کانال شاید کمتر بشه ولی اصلا قطع نمیشه و پر انرژی و پر قدرت ادامه میدیم. عشق منید، عشق بگرید، امیدوارم که این مشکلم حل بشه.